به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یک دیگر از ویدیوهای کانال جنرال پلاس خوش آمدید. آرزومندیم تا آخری ویدیو با ما بوده و این چینل رو نیز دنبال کنید. الیس ویلز: کمک کنندگان از برنامه های خصوصی در افغانستان خسته شدند. در حالی که تنش‌های سیاسی میان رئیس جمهور غنی و رقیب سیاسیش عبدالله عبدالله حل ناشده باقی ماندند، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا میگوید که کمک کنندگان جهانی از برنامه ها و مسائل خصوصی در افغانستان خسته شدند. الیس ویلز، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی در یک توییت میگوید: در حالی که جهان زیر فشار ویروس کرونا و اثرهای ویرانگر اقتصادی آن قرار دارد، کمک کنندگان از برنامه ها و مسائل خصوصی که در برابر رفاه مردم افغانستان مطرح می شوند ناامید و خسته شدند. این در حال است که سخنگوی عبدالله عبدالله می گوید: تا هنگامی که رئیس جمهور غنی طرح آقای عبدالله را از بحر ایجاد ریاست اجرایه و یا باطل شدن نتیجه اعلام شده انتخابات نپذیرد، بحران سیاسی در کشور پایان نخواهد یافت. فریدون خصوم، سخنگوی عبدالله عبدالله، دوشنبه به طولو نیوز گفت: ساختار بسازیم که به تمام طرف ها قابل قبول باشد. یک پست جایی باید باشد در کنار ریاست جمهوری تا همه طرف ها در آن دخیل باشند. اینها فکر می کنند که یک طرف ریاست جمهوری یک دیکتاتوری باشد، طرف های دیگر بروند به یک حالتی که طرف مقابل آن را پیش بینی می کند قابل قبول نیست. ریاست جمهوری ادامه تلاش ها برای حل این بحران سیاسی سخن می زند. لطیف محمود، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، گفت: بنابر درخواست رهبران و بزرگان سیاسی و به هدف فرصت بیشتر برای گفتگوهای سیاسی، مقرره های رسمی اعضای کابینه برای 5 روز متوقف شد. پیش از این منابع به طلوع نیوز گفتند که رئیس جمهور غنی به عبدالله عبدالله پیشنهاد کرده است که روند سال را رهبری کند و نیز 40% ریانانش را در کابینه جا خواهد داد، اما عبدالله عبدالله این پیشنهاد را نپذیرفته است. ولی الله شاهین، آگاه مسائل سیاسی، گفت: کشمکش های سیاسی در داخل حکومت افغانستان به اوج خود رسیده، ولی از این جنجال ها برتر ما یک مشکل دیگر پیش رو داریم، مشکل عمیقتر پیش رو داریم که آن مسئله صلح است. منابع میگویند که عبدالله عبدالله برای از میان برداشتن بنبست سیاسی در کشور خواهان نقش اجرایی در حکومت و رهبری شورای عالی صلح و مصالحه است و نیز 40% در کابینه. متوقف شدن نشست های ایت طالبان درباره رهایی زندانیان. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، میگوید که ایت این گروه که اکنون در کابل از بر رهایی زندانیان است، سر از امروز 3 دسامبر همه در یک نشست هایی که به نتیجه بودند اشتراک نخواهند کرد. شاهین در پیام در صفحه تویترش نگاشته است که این گروه بر بنیاد توافقنامه با آمریکا تیم تکنیکی کمیسیون زندانیان را برای تصدیق و تثبیت زندانیان به کابل فرستاد، اما متاسفانه از بهانه های مختلف رهایی آنها به تا اکنون به تعویق افتاده است. روز دوشنبه عبدالمتین بیگ، عضو هیئت گفتگو کننده صلح با طالبان، خواست طالبان را برای رهایی 15 فرمانده بلندپایشان پذیرفتنی نمیداند. آقای متین بیگ افزود: رهایی 15 فرمانده بلندپایی طالبان که در حمله های بزرگ هراس افغانانه دست داشتند به سقوط ولایت ها در کشور و ادامه خشونت ها منجر خواهد شد. در همین حال نیروهای آمریکایی در افغانستان اعلامیه طالبان را درباره نقض توافقنامه این گروه رد می کند و هشدار می دهند که از حمله های طالبان در برابر نیروهای امنیتی افغانستان دفاع خواهند کرد. سینی لینگ، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، در این باره گفت: نیروهای آمریکایی در افغانستان مقررات نظامی توافقنامه آمریکا و طالبان را حفظ کرده و می کنند، غیر از این هر ادعا به بنیاد است. یک هفته گفتگو در پشت درهای بسته. کلید قلف زندان ها تا هنوز گم است. 8 صبح کابل. تیم های فنی دولت و طالبان در پی یک هفته گفتگو در پشت درهای بسته در کابل موفق به گشودن قلف زندان ها برای تبدیل و رهایی زندانان یکدیگر نشدند. بر اساس موافقتنامه دوحه و اعلامیه مشترک کابل امریکا، گروه طالبان متحد به رهایی 1000 زندانی وابسته به دولت و در مقابل دولت نیز متحد به رهایی 5000 زندانی این گروه است.
گفتگوهای تیم‌های فنی دو طرف در زمینه تبدیل ورهای این زندانیان در 12 حمل با میزبانی سفارت قطر در کابل آغاز شد و تا روز دوشنبه 18 حمل ادامه داشت. جزئیات این گفتگوها هرچند تا اکنون روشن نیست، اما از موضع‌گیری‌های تازه دولت و طالبان چنین برمی‌آید که اختلاف دیدگاه بین دو طرف بسیار عمیق است. به دلیل این اختلاف دیدگاه تا اکنون پیشرفت مصمم در گفتگوهای یک هفته‌ای تیم‌های فنی دو طرف به میان نیامده است و احتمالاً این مسئله باعث دوام بیشتر این گفتگوها و دخالت آمریکا در این زمینه خواهد شد. بین دولت و طالبان توافقات رسمی و مستقیم در زمینه تبدیل ورهای زندانیان موجود نیست. گروه طالبان بر اساس موافقتنامه دوحه و دولت بر اساس اعلامیه مشترک متحد به انجام این امر هستند. طرف سوم این قضیه آمریکاست که تعهد رسمی دو طرف را برای تبدیل ورهای زندانیان به دست آورده است. از همین رو گروه طالبان به تازگی جانب آمریکا و دولت افغانستان را که متحد به آن است به نقض موافقتنامه دوحه متهم کرده است. این موافقتنامه در دهم حدود پارسال بین نمایندگان آمریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر به امضا رسید. گروه طالبان در اعلامیه‌ای که روز یکشنبه هفته عمل پخش کرد در آن دولت‌های آمریکا و افغانستان را به نقض موافقتنامه دوحه متهم کرده بودند. یکی از مواردی که به گفته گروه طالبان در این موافقتنامه از سوی دولت‌های آمریکا و افغانستان نقض شده است، بند مربوط به رهایی زندانیان است. گروه طالبان گفته است که بر رغم پایبندی بودن این گروه به مواد این موافقتنامه، 5000 زندانی طالب وابسته به طالبان تا اکنون رها نشدند. به گفته طالبان این شمار زندانیان پیش از تاریخ 20 اوت پارسال که زمان شروع گفتگوهای بین افغانی تعیین شده بود از بند دولت رها می شدند، اما دولت گفته است که رهایی زندانیان طالبان مشروط به کاهش خشونت از سوی این گروه است و این زندانیان را پس از عقض تضمین و به صورت تدریجی رها می کند. در حالی که دو طرف سرگرم گفتگوها در این زمینند، هنوز روشن نیست که اولین گروه از زندانیان دو طرف چه زمان تبدیل و از بند آزاد خواهند شد. گره کار در کجاست؟ عبدالمتین بیگ رئیس اداره مستقل ارگانهای محل روز دوشنبه 8 مه در یک نشست خبری علت تأخیر در رهایی زندانیان طالبان از سوی دولت را اعلام کرد. او یکی از اعضای هیئت گفتگو کننده دولت برای صلح با طالبان نیز است. گفت که علت این تأخیر پافشاری گروه طالبان روی رهایی 15 فرمانده ارشد این گروه از بند دولت است. او با بیان اینکه این شمار از فرماندهان طالبان از عاملان و سازماندهندگان عملات انتحاری و تروریستی مرگبار در کشور شناخته شدند و دستانشان در خون مردم رنگ است، دولت نمیتواند آنها را از زندان آزاد کند. و گفته عبدالمتین بیگ با رهایی این فرماندهان بیم آن میرود که طالبان دست به خشونت‌های بیشتر بزنند و برای سقوط ولسوالی‌ها اقدام کنند. عبدالمتین بیگ از سوی دیگر خاطر نشان ساخت که دولت برای صلح با طالبان آماده است. در گام نخست تنها زندانیان را از بند رها میکنند که تهدیدی کمتر برای جامعه هستند. به گفته او فهرست این دسته زندانیان طالبان برای رهایی آماده شده است و رهایی آنها فعلا منتظر موافقتنامه طالبان است. رئیس اداره مستقل ارگانهای محل از گروه طالبان دعوت کرد که اگر خواستار صلح است با این فهرست اعلام توافق کنند. حکومت پیش از این گفته بود که در گام نخست 100 زندانی طالب را از بند رها میکند، اما عبدالمتین بیگ روز دوشنبه گفت که دولت با رهایی 400 زندانی طالب در مرحله نخست موافقت کرده است. شرایطی که حکومت برای رهایی این زندانیان در نظر گرفته است شامل سن، مدت حبس، بیماری و آسیب پذیری در برابر ویروس کرونا می باشد. البته تاریخ رهایی این دسته زندانیان 31 مارس امسال تعیین شده بود، اما این کار در این تاریخ به انجام نرسید. چنانچه عبدالمتین بیگ گفته است احتمالا طالبان به فرهیز زندانیان که قرار بوده است در 31 مارس رها شوند موافقت نکردند. هشدار دولت به حملات طالبان. در حالی که دولت و طالبان سرگرم رایزنی‌های فنی درباره تبدیل و رهایی زندانیانند، کاهش در میزان خشونت‌ها در کشور رونما نشده است. گروه طالبان از شروع بهار امسال دست به حملات تهاجمی بسیار زده است که باعث تلفات سنگین به نیروهای دولتی شده است. بیشتر این حملات در ولایت‌های زابل، تخار، بدخشان و بغلان راه‌اندازی شده بود.
سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.